حسن روحانی رئیس جمهوری روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ضمن قدردانی از مجلس به خاطر رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی سمت، وزارت صنعت و تجارت را در خط مقدم مبارزه در شرایط تحریم دانست و از ضمن اشاره به اینکه این وزارتخانه بار بزرگ تولید را به دوش دارد، ابراز امیدواری کرد این وزارتخانه بتواند به مسئولیت خود در خصوص تأمین کالاهای اساسی و ضروری عمل کند. وی جهش تولید را مهمترین وظیفه وزارت سمت عنوان کرد و با اشاره به اینکه کشور موظف است در سال جاری جهش تولید را محقق سازد، تاکید کرد حرکت کشور در زمینه تولید باید از سالهای قبل بهتر باشد. وی به مشکلات ایجاد شده توسط کرونا اشاره کرد و با اشاره به آمار تولید در 5 ماهه اول سال جاری اظهار داشت با وجود کرونا تولید نسبت به 1 سال قبل بهتر بوده است. روحانی همچنین به رشد قابل توجه در بخش‌های مختلف تولیدی در کشور شامل فولاد، پتروشیمی، لوازم خانگی، خودرو و دیگر کالاها اشاره کرد و تاکید کرد وضعیت تولید در همه بخش‌ها نسبت به سال گذشته در 5 ماهه اول سال رشد قابل توجهی داشته است. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه امکان تأمین ارز مانند سابق برای دولت فراهم نیست، شرایط کشور را با وضعیت تحریم متفاوت دانست و اظهار داشت دولت در 3 سال اخیر درگیر جنگ اقتصادی بوده است نه تحریم. وی به درآمد نفتی دولت احمدی نژاد در دوره قبل اشاره کرد و با بیان این موضوع که دولت قبلی در هر روز حداقل 1 میلیون بشکه با قیمت 120 دلار صادر می کرد، گفت شرایط با شرایط دولت فعلی که امکان صادرات نفت را ندارد متفاوت است. به همچنین کنترل دائمی بازار در خصوص کمبودهای کالا را دیگر وظیفه مهم وزارت سمت عنوان کرد و اظهار داشت وزارت سمت باید به طور مستمر مطلع باشد که چه کالایی در کشور وجود دارد و چه کالایی دچار کمبود است و باید جبران شود. اظهارات حسن روحانی در این خصوص در حالی عنوان می شود که علاوه بر تأمین کالاها، کنترل بر قیمت گذاری متناسب کالا و همچنین جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمتها دیگر وظیفه اصلی وزارت سمت است که به نظر می رسد دولت آن را موضوعی کم اهمیت تر در نظر می گیرد. وی در این خصوص نقش مدیریت را کم اهمیت دانست و با بیان این موضوع که مشکلات مدیریتی پیش از این هم وجود داشته اظهار داشت مشکلات جنگ اقتصادی را نمیتوان به گردن مدیریت انداخت. وی از منتقدان خواست در این خصوص آدرس صحیح به مردم بدهند. او تاکید کرد نباید موضوعات تحریف بشوند. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش با انتقاد از کسانی که تاکید دارند نگاه دولت به بیرون است اظهار داشت دولت به دنبال تعامل سازنده با دنیاست و نگاه به بیرون ندارد. وی تاکید کرد باید تعامل گسترده سازنده را با دنیا برقرار کرد. او اعمال این سیاست را پیروی از سیاست‌های رهبر دانست. این اظهارات حسن روحانی در واکنش به آن دسته از منتقدان دولت بیان می شود که با اشاره به تأکید دولت برای برقراری ارتباط با جهان، دولت روحانی را به سازش پذیری با غرب متهم می کند و تأکید دارند دولت به جای مدیریت در داخل به دنبال سازش با غرب است. به نظر می رسد که مخاطب این اظهارات رئیس جمهوری به طور مشخص ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه باشد که در روزهای اخیر با اشاره به شرایط نامناسب اقتصادی در کشور تاکید کرده بود نمی توان همه مشکلات اقتصادی را بر عهده غرب قرار داد و تاکید کرده بود بسیاری از این مشکلات ناشی از سوء مدیریت در حوزه اقتصاد کشور است. رئیس جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش از گروه‌های سیاسی در کشور خواست تا از نقشه کشیدن دست بردارند و با اشاره به ضرورت ایستادگی در مقابل توطئه‌های آمریکا اظهار داشت باید از نقشه کشیدن و رقابت‌های حزبی و جناحی دست برداشت و به جای رقابت‌های حزبی به مسائل مردم توجه کرد و آنها را در اولویت قرار داد.
درست یک روز پس از آن که وزیر اقتصاد و دارایی از تأمین کسری بودجه دولت از طریق واگذاری سهام در بورس خبر داد و دولت نیز قبل از آن اعلام کرده بود که منبع مالی مورد نیاز برای برابرسازی حقوق بازنشستگان از طریق واگذاری سهام دولتی در بورس تأمین خواهد شد، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری روز چهارشنبه اعلام کرد دولت مداخله‌ای در بورس ندارد. وی با اشاره به اینکه دولت وظیفه دارد از سرمایه‌های خرد صیانت و مراقبت کند، اظهار داشت بورس سازوکار خود را دارد و دولت مداخله‌ای در بورس ندارد. وی که این اظهارات را در واکنش به انتقاد از دولت به خاطر رها کردن مردم در بورس عنوان می‌کرد، با بیان این موضوع که بارها تأکید شده که بورس جای هیجانی عمل کردن نیست، اظهار داشت بورس جایی است که باید با نگاه سرمایه‌گذاری میان مدت و بلند مدت در آن وارد شد. وی اظهار داشت کسانی در بورس سود بیشتری کسب می‌کنند که سرمایه‌گذاری بلند مدت و میان مدت داشته باشند. وی تأکید کرد در این زمینه باید به مردم آموزش داده شود و فرهنگ سازی لازم در این خصوص انجام شود. او ضمن تأکید بر اینکه دولت در بورس دخالت نمی کند، اظهار داشت دولت خود را متعهد می داند که از سرمایه های خرد صیانت کند تا نفوذی ها کاری نکنند که سرمایه های خرد متضرر شوند. وی تأکید کرد دولت از بورس حمایت می کند و آن را رها نمی کند. واعظی در ادامه اظهار داشت اگر کسی فکر می‌کند دولت روزانه باید در بورس دخالت کند، از سازوکار بورس بی اطلاع است. واعظی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به کسانی که از رئیس جمهوری به خاطر نفرین کاخ سفید انتقاد کردند، اظهار داشت مشخص نیست که این افراد چرا می‌خواهند آمریکا را تطهیر کنند. وی این افراد را که به خاطر منافع جناحی و انتخابات 1400 همه چیز را فدا می کنند و با تطهیر ایالات متحده در تلاش هستند تا دولت را به خاطر مشکلات اقتصادی متهم کنند، مورد انتقاد قرار داد و آنها را به خاطر حمایت از دولت محمود احمدی نژاد که نفت بالای 100 دلار می فروخت و همه مشکلات را به تحریم ربط می داد، مورد انتقاد قرار داد. اظهارات واعظی در خصوص تطهیر ایالات متحده در خصوص تحریم‌ها در حالی عنوان می‌شود که منتقدان حسن روحانی را نه به خاطر تطهیر ایالات متحده بلکه به خاطر نادیده گرفتن نقش دولت خود وی و حکومت جمهوری اسلامی در ایجاد این وضعیت مورد انتقاد قرار داده و تأکید دارند که اگر انتقادی هم به ایالات متحده هست، جمهوری اسلامی بیش از آن و پیش از آن به خاطر نادیده گرفتن حقوق مردم در این خصوص متهم است. در این حال اظهارات واعظی در خصوص عدم مداخله دولت در بورس در حالی عنوان می شود که فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد در روزهای اخیر به صراحت اعلام کرده بود که دولت در 6 ماهه نخست سال از طریق عرضه سهام دولتی توانست کسری بودجه خود را جبران کند. بازار مثبت بورس در 6 ماهه نخست سال و استمرار سیگنال های مثبت دولت در خصوص حمایت همه جانبه از بورس بسیاری از سرمایه های خرد را به امید سود بالا و جبران کمبود نقدینگی خود و جبران بخشی از مشکلات اقتصادی و رفع آنها به بازار بورس کشاند و موجب شد تا به جای آنکه مردم از بازار بورس برای جبران کمبودهای اقتصادی خود و رفع مشکلات اقتصادی خود استفاده کنند، دولت بورس را به مفری برای جبران کمبود نقدینگی خود و رفع مشکلات اقتصادی خود قرار دهد. به گفته ناظران و کارشناسان، آمار کرونا در ایران در ماه‌های اخیر نه تنها کاهشی نداشته، بلکه مرگ و میرها و تعداد مبتلایان بدون کاهش نسبت به ماه‌های اخیر همچنان ادامه دارد. دست‌اندرکاران بهداشت و ستاد کرونا در ایران همچنان بر وخامت شرایط کرونایی در ایران تاکید دارند و بارها بر ضرورت انجام اقدامات شدید بازدارنده و اعمال محدودیت‌های شدید تاکید کردند. با این وجود و با وجودی که تغییری در تعداد مبتلایان و مرگ و میرها در ایران صورت نپذیرفته و ایران تنها کشور در جهان است که همچنان روند نزولی را تجربه نکرده است، زندگی عادی بدون هر گونه محدودیتی همچنان در شهرهای مختلف ایران
ادامه دارد و بخش اعظم کشور همچنان در وضعیت قرمز و هشدار شرایط پرخطری را سپری می کند. آخرین آمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا و موارد فوت ناشی از ابتلا به کووید 19 در کشور در روز چهارشنبه به بیش از 457 هزار نفر رسیده که تفاوت محسوسی در تعداد مبتلایان روزانه که مدت هاست بین 3000 تا 4000 نفر در روز نوسان دارد ایجاد نشده است. در همان حال 183 بیمار نیز جان خود را از دست داده که تعداد جان باختگان طبق آمار رسمی در ایران را به بیش از 26 هزار نفر افزایش داده است. تمام ایران همچنان در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارد و طبق آمار رسمی وزارت بهداشت از مجموع 31 استان کشور 26 استان در وضعیت قرمز و 4 استان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. این در حالی است که زالی رئیس ستاد فرماندهی مقابله با کرونا در تهران روز سه‌شنبه را یکی از تلخ‌ترین روزهای کرونایی پایتخت عنوان کرد و با اشاره به افزایش تعداد بیماران در تهران اظهار داشته است تعداد بستری‌های کرونایی در تهران در 48 ساعت گذشته به عدد 1000 نزدیک شده است. وی همچنین با اشاره به اینکه بالاترین میزان مرگ و میر از آغاز کرونا در ایران در روز سه‌شنبه در تهران ثبت شده، شرایط تهران را از نظر تعداد مبتلایان و نیز تعداد مرگ و میرها بسیار وخیم ارزیابی کرده است. این در حالی است که نه تنها تغییری در مدیریت توسط ستاد مقابله با کرونا ایجاد نشده، بلکه ادامه ترددها در شهر و نیز تراکم گسترده‌ای که در این خصوص در سطح شهر وجود دارد، به گفته بسیاری از تحلیلگران شرایط را در شهر تهران بیش از پیش وخیم خواهد کرد. این در حالی است که با افزایش تعداد مبتلایان بستری در تهران در نظر می‌رسد که بحران تخت بیمارستانی نیز در روزهای آینده به چالش جدی پیش روی سیستم درمان تبدیل شود. با افزوده شدن به تعداد مبتلایان آنفولانزا که معمولاً در این فصل رو به افزایش خواهند بود و بخشی از آنها نیز در بیمارستان بستری می‌شوند، به نظر می‌رسد بحران تخت بیمارستانی به زودی به چالش جدی پایتخت در این خصوص تبدیل شود. این در حالی است که وزیر کشور نیز از تعیین مجازات جریمه برای متخلفین عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تهران به عنوان الگو خبر داده و گفته است در صورت تصویب این موضوع در ستاد ملی با روش‌های اقناع‌سازی و جذب همراهی مردم این پیشنهاد اجرایی خواهد شد. رحمانی فضلی با اشاره به روند کاهشی اجرا و نظارت پروتکل‌های مراقبتی و بهداشتی تاکید کرده است این کم توجهی به موضوع نظارت اثر خود را در بیماران، مبتلایان و بستری‌ها و همچنین فوتی‌ها نشان داده است. این در حالی است که ماه‌هاست بسیاری منتقدان و ناظران بر ضرورت اعمال مقررات سختگیرانه تاکید کرده و بارها تاکید شده است بدون اعمال مقررات سخت و نظارت‌های دقیق بر اجرای پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت تردد و فعالیت‌های عمومی امکان کنترل این بیماری وجود ندارد. علی مطهری نماینده مجلس دهم که در سال 92 این خبر که از دفترش شنود می شود را رسانه‌ای کرد و خواستار پیگیری این موضوع شد، اکنون می گوید از دفتر سروش محلاتی مجتهد جوان و مدرس منتقد حوزه علمیه قم سرقت شبانه صورت گرفته که مطهری آن را اتفاقی دردناک توصیف کرد و خواستار پاسخگویی وزیر اطلاعات شده است. مطهری در واکنش به این سرقت میگوید حادثه در قم و شبانه اتفاق افتاد که افرادی لپتاپ ها، هارد و کامپیوترشان را که در آن درس های فقه و اصول و سخنرانی هایشان بوده را ربودند و این حادثه کوچکی نیست. مطهری گفت وزیر اطلاعات باید به سرعت پاسخ دهد که چه کسانی بودند. حتی اگر از افراد غیر از وزارت اطلاعات بودند، باز هم وزیر اطلاعات موظف است جواب دهد، زیرا طبق قانون اساسی مسئولیت پاسخگویی به مسائل اطلاعاتی و امنیتی با وزیر اطلاعات است. به افزود باید دید مجلس با نقص فصل سوم قانون اساسی در خصوص حقوق ملت چه برخوردی می کند و اینکه نمایندگان موضوع را با سؤال و استیضاح دنبال می کنند یا اصلا این را موضوع مهمی نمی دانند و خدای نکرده آن را برای حفظ نظام لازم می دانند.
اینکه ذخیره و علمی سروش را که یک محقق برجسته اسلامی است و حاصل زحمات دراز مدت اوست به یغما میبرند، جفای بزرگی به او و به حوزه علمیه قم است. علما و فضلا نیز نباید از کنار این حادثه با سکوت عبور کنند. منتظر پاسخ وزیر اطلاعات هستیم. لازم به ذکر است که سروش محلاتی از مجتهدین و مدرسان منتقد و خوشفکر حوزه علمیه قم است که دارای دیدگاه‌های انتقادی است و همین سبب شد که در انتخابات مجلس خبرگان صلاحیتش را رد کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد بنا به توافق قبلی با تهران، بازرسان این آژانس از دومین سایت مورد نظر در ایران بازدید کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد به عنوان بخشی از توافق با ایران برای حل مسائل مربوط به اجرای پادمانی که از سوی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مشخص شده است، آژانس این هفته دسترسی تکمیلی به دومین مکان در این کشور را صورت داد و نمونه‌های محیطی گردآوری شد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اخیراً در مصاحبه‌ای با اشاره به توافق با ایران برای دسترسی به دو مکان مورد نظر این سازمان گفت اکنون سطحی از همکاری با ایران را به دست آوردند که نیاز بود و بازرسان این سازمان می توانند به فعالیت خود ادامه دهند. او درباره سفر خود به ایران نیز گفت آنها در استقبال از ما با محبت بودند. من با رئیس جمهوری روحانی، وزیر خارجه ظریف و دیگران در آنجا صحبت کردم. ما توانستیم به یک توافق برسیم. سفر دو روزه مدیر کل آژانس به تهران و مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی ایران اوایل ماه گذشته با صدور بیانیه مشترکی پایان یافت. در بیانیه مشترک ایران و آژانس آمده بود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی ایران توافق کردند تا همکاری‌های خود را بیش از پیش تقویت کرده و اعتماد متقابل را به منظور تسهیل اجرای کامل موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی ارتقا بخشد. لازم به ذکر است که مکان مزبور توسط اسرائیل گزارش شده بود ولی آژانس مشخص نکرده، ولی معلوم است که مکان مزبور تخریب شده بود. به گزارش CNN، جو بایدن کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا طی اظهاراتی در جمع خبرنگاران در ایالت اوهایو در مورد عملکرد دونالد ترامپ در مناظره انتخاباتی نخست گفت من فکر می‌کنم که عملکرد ترامپ تنها یک شرمساری ملی بود. به یفسود، من امیدوارم مردم آمریکا و رای دهندگانی که هنوز تصمیم خود را نگرفتند تعیین کنند که آیا هر یک از ما پاسخی برای نگرانی‌های آنها داریم. بایدن در ادامه ضمن انتقاد شدید از اظهارات ترامپ در جریان نخستین مناظره تاکید کرد در صورتی که ترامپ در انتخابات با شکست مواجه شود و از قدرت کنار نرود، مردم آمریکا این موضوع را نخواهند پذیرفت. در این میان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در یک رالی انتخاباتی خود را برنده مناظره انتخاباتی شب گذشته با جو بایدن، رقیب دموکراتش، دانست. ترامپ گفت با هر معیاری من در مناظره دیشب برنده شدم. به نظرم بایدن بسیار ضعیف بود. بر اساس همه این نظرسنجی هایی که من مشاهده کردم، ما مناظره را برنده شدیم. من از مناظره با او هیچ حراسی ندارم. وی با اشاره به انتخابات در ماه نوامبر گفت جو بایدن در انتخابات پیروز نمی شود و در کاخ سفید نخواهد بود. دونالد ترامپ همچنین با انتشار پیامی در توییت خود درباره کریس والاس، مجری فاکس نیوز که مجری مناظره سه‌شنبه دونالد ترامپ و جو بایدن بود، نوشت کریس شب دشواری داشت. دو نفر علیه یکی، جو بایدن و مجری برنامه علیه ترامپ. تعجب نداشت، بلکه خوش گذشت. به یفسود، گروه رادیکال چپ جو بایدن را کنار می گذارد. شور و شوق دموکرات ها به صفر رسیده و رهبری آنها ضعیف است. ترامپ با آنکه در مناظره شب گذشته حاضر به محکومیت اقدامات گروه های دستراسی نشد، با این حال وی امروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت یک سازمان آمریکا که به عنوان گروهی نفرت پراکن شناخته می شود باید کنار برود و اجازه دهد ماموران اجرای قانون کار خود را بکنند.
با توجه به تنش‌ها و توهین‌های شدید میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، بسیاری از کارشناسان اعلام کردند مردم و دموکراسی آمریکا بازندگان اصلی نخستین مناظره میان این دو نفر بودند. نشریه هیل در گزارشی به نقل از توییتر می نویسد این شرکت 130 حساب کاربری مرتبط با ایران را که همزمان با آغاز مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در تلاش بودند تا در این مناظره ها اخلال ایجاد کنند مسدود کرده است. بر اساس بیانیه رسمی توییتر، این حساب‌های کاربری طی گزارش‌های ردیابی FBI شناسایی شده بودند. این شرکت می‌گوید بر اساس این گزارش‌ها اکانت‌های مورد نظر بلافاصله حذف شدند. بنابر اعلام توییتر، این حساب‌ها تعامل پایینی داشتند و نتوانستند بر سطح گفتگوهای عمومی تأثیر بگذارند. در طی ماه‌های گذشته با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات، سازمان‌های امنیتی آمریکا اعلام کرده بودند که ایران به همراه دو کشور روسیه و چین در تلاش هستند تا از طریق شبکه‌های اجتماعی بر روند انتخابات آمریکا تأثیر بگذارند. اما در سوی دیگر، برگزاری نخستین دور از مناظره جنجالی میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته و بسیاری از مردم آمریکا چندان که باید از نحوه برگزاری آن و شیوه برخورد دو نامزد راضی نیستند و از آن انتقاد کردند و گفتند فرصت آن را نیافتند که به بررسی آرا و برنامه‌های دو نامزد بپردازند. با این همه به نظر می‌رسد در اردوگاه دموکرات‌ها یک رضایت نسبی از عملکرد جو بایدن دیده می‌شود. بنابر نوشته نشریه هیل، شاید انتظارات آنگونه که باید از سوی دموکرات‌ها در این مناظره برآورده نشد، اما دست کم این مناظره از یک جهت برای دموکرات‌ها یک پیروزی محسوب می‌شود و آن اینکه به باور تحلیلگران دونالد ترامپ با این هدف پا به مناظره گذاشته بود که بتواند آن فضای روانی حاکم بر جو انتخابات ناشی از پیشتازی جو بایدن در نظرسنجی ها را بشکند و با حملات غیر منتظره خود بایدن را در بحث ناکام بگذارد. اما از دید نشریه هیل و به باور این تحلیلگران، دست کم تا اینجای کار دونالد ترامپ در این زمینه نتوانسته به موفقیتی دست پیدا کند و همین که شرایط روانی ناشی از این نظرسنجی ها همچنان به قوت خود باقی است، می تواند یک موفقیت برای جو بایدن در گام نخست محسوب شود. یک استراتژی دموکرات به نشریه هیل گفته است انتظار این بود که بایدن در مقابل ترامپ زمینگیر شود و یا در سخنانش گاف هایی بدهد که این اتفاق نیفتاد. او میگوید هیچ یک از این اتفاقات نیفتاد و از این حیث عقب نشینی نداشتیم. دیگر استراتژی دموکرات کریستی ستزر میگوید بایدن حتی میتوانست در اولین مناظره قوی تر و تندتر باشد. او گفت وقتی جو بایدن برخلاف ترامپ مستقیم به دوربین نگاه کرد و با مردم صحبت کرد، این میتواند بخشی از رأی ها را به سمت او بکشاند. هیل اما می نویسد روز چهارشنبه یک نظرسنجی از سوی دانشگاه کوین پیاگ در ایالت جمهوری خواه کارولینای جنوبی انجام شده که نشان می داد بایدن در این ایالت تنها 1% از ترامپ عقب تر است.